شهر زاکانی شهرداری تهران در مقابل اهالیش. برنامه شهرداری برای پارک‌های تهران مردم را بابت از دست رفتن فضای سبز پایتخت نگران کرده. برپا شدن این کانکس در پارک لاله این روزها خیلی ها را متقاعد کرده که قصد شهرداری تهران قطع درختان پارک است. با اینکه شهرداری گفته هیچ درختی قطع نخواهد شد، اما افکار عمومی به گرایش‌های علیرضا زاکانی شهردار تهران نگاه می‌کند. او علاقه زیادی به مسجدسازی دارد. خیلی‌ها معتقدند او می‌خواهد به بهای از بین بردن فضای سبز تهران مسجد بسازد. از این رو هر کانکس یا نشانه ساخت و ساز در پارک‌های تهران زنگ‌های خطر را به صدا در می‌آورد. کاملاً همه جا رو بستند. داخل نمیشه دید داره چه اتفاقاتی میفته. اینجا تنها نقطه تهران هست که گیاه پروسیا رو کاشتن. من دو روز پیش با آقای مختاری صحبت کردم، رئیس سازمان بوستان‌ها، و به من قول دادن که اصلا اتفاقات خاصی اینجا نمیخواد بیفته. گفتن اینجا میخوان یک وضوخانه درست بکنن. من نمیدونم واقعا برای وضوخانه لازم هست که چنین مساحت بسیار بزرگی رو محصور بکنن. پارک لاله یکی از ده ها پارک و بوستانی است که مردم تهران می توانند جز فضای سبز پایتخت به حساب آورند. سرانه فضای سبز مورد توصیه سازمان ملل بین 20 تا 25 متر مربع است. این رقم در تهران 16 متر مربع اعلام شده که رقم متوسط است. بعضی نقاط از 2 متر مربع بیشتر نیست و بعضی نقاط تا 60 متر مربع. روشن نیست پشت این کانکس ها امروز چه میگذرد. ساخت و ساز در بوستان ها بجز در حد خدمات ضروری مثل سرویس های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. موضوع آنقدر حساسیت ایجاد کرده که اگر شهرداری تهران قصد قطع درختی را داشته باشد بدون سر و صدا نخواهد بود، مخصوصا اگر قطع درختان به خاطر ساختن بنای مذهبی یا سیاسی باشد. پارک قیطریه به ویژه بعد از جنجال بر سر آنچه گفته شد قطع درختان در پارک قیطریه برای ساخت مسجد است. شهردار تهران در خصوص آن نگرانی ها گفت که مبالغه شده. حدود شاید 10-15 تا نهاله که قرار شد جابجاش اونورتر بکاهن. هنوز ظاهراً نه درختی در پارک قیطریه قطع شده و نه حالا درختی در پارک لاله. طبق قوانین شهری در ایران، احداث هر بنایی غیر مرتبط با دفاتر اداری و نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و محل عرضه غذا در پارک ممنوع است. حالا شهرداری گفته که حصارکشی در پارک لاله برای ایجاد کارگاهی در خصوص تعمیرات و نگهداشت پارک است. اگر شهرداری تهران به رغم اطمینان خاطری که درباره قطع نکردن درخت ها می دهد درختی را قطع کند، این هزینه دارد. مردم محل جمع شدند. هزینه نارضایتی مردم و شتاب گرفتن کارزاری برای برکناری شهردار تهران که تا همین الان ده ها هزار امضا جمع آوری کرده. سیاوش اردلان، بی بی سی.